سلام عرض میکنم خدمت همه ای شما دنبال کنندگان عزیز دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاز پارسی امیدوارم حال همتون خوب باشه سالم و سرحال و سلامت باشید امیر تاهری روزنامه نگار گفتگوی کوتاهی با سایت خبری ایندیپندنت پارسی داشتن پیرامون توافق جدید جمهوری اسلامی با عربستان سعودی به وساطت کشور چین پس از هفت سال تقریبا هفت سال قطع رابطه این دو کشور و البته فراز و نشیب های بسیار زیادی که به خصوص در این هفت سال در پیوند با مسائل سیاسی و امنیتی و منطقی بین ایران و عربستان گذشت از اونجایی که این توافق و اونطوری که خودشون گفتن بازگشایی مجدد سفارتخانه های دو کشور در دو ماه آینده تاثیر بسیار زیادی بر تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه خواهد گذاشت و همینطور تاثیر فراوانی بنابر گفته های کارشناسان ممکنه بر اپوزیسیون کشور و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بگذاره پیرامون همین موضوعات با امیر تاهری ایندیپندنت پارسی صحبت کرده و از اون جایی هم که این گفتگو مهمه و صحبت امیر تاهری همیشه شنوندگان خاص خودش رو داره من این گفتگوی کوتاه رو آماده کردم براتون و با هم دیگه میریم و صحبت امیر تاهری با ایندیپندنت پارسی رو گوش میدیم این توافقی است که تقریبا دو سال روش کار شده یعنی مذاکراتی که شروع شد با میانجیگری عراق در درجه اول دیدارای سفرای جمهوری اسلامی در بغداد و سفیر عربستان سعودی زمینه رو آماده کرد همچنین دولت آقای بایدن در آمریکا علاقمند بود که عربستان و جمهوری اسلامی روابطشون رو عادی بکنن برای اینکه بدین ترتیب یکی از تهدیدای بزرگی که جمهوری اسلامی همیشه به کار برده خونسا میشه تهدید اینکه اگر مورد حمله قرار بگیریم ما منابع نفتی عربستان رو میزنیم موشک میندازیم روی ابوظبی و غیرو و دیدین که یک گرایشی است که کشورهای عرب ساحل خلیج فارس روابطشون رو با جمهوری اسلامی عادی کردن و در چه این بهانه رو از دستش به کلی گرفتن آقای تاهری در واقع توافق بین عربستان سعودی و ایران رو چین اومد و میانجیگری کرد و دوباره حالا قرار هست که شروع به کار بکنن به نظر شما چرا چین اومد و چون نقشی رو در شرایط فعلی سیاسی منطقی خاورمیانه بر عهده گرفت میدونید انتخاب چین برای هر دو طرف خیلی خوب بود برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونست بگی که این فشارا یا این برنامه ها از طرف آمریکا انجام شده در حالی که چین به اصطلاح دوست ماست دوست جمهوری اسلامی در حالی که واقعا گرداننده کل این سناریو آمریکاست اینو من به طور اختصاصی این خبر رو بهتون میدم ولی وقتی چین میاد میدین در از دو سه چار روز این کار رو انجام میده جمهوریستایی میتونه اینو همینجور که الان امروز دیدین در وسائل احتوال جمعی جمهوری اسلامی اینکه موازنات سیاسی در جهان عوض شده است چین الان بازیگر اصلی است در خاور میان آمریکا هست شده است خاور میانه و این حرفایی که همیشه میزنند برای بر چین یک کاری انجام داد که به نفع خودش هم هست برای که اولین باره که در نقش یک اسلام میانجی صلح ظاهر میشه البته یه برنامه صلحی هم برای جنگ اوکراین دادن این, که این خرجی نداره و به خصوص که برنامه صلح با اوکراین قبل از انتخاب مجدد آقای جی جین برای سومین بار به عنوان ریاست جمهوری بود و جریان عربستان سعودی یه روز بعدش بود یعنی میتونم ببینیم ما الان وارد صحنه شدیم به عنوان یک قدرت سرساز در مقیاس بین به نظرتون واکنش غرب و به خصوص آمریکا به این توافق و اینکه حالا چین اومده این نقش صلحآمیز رو این بار در واقع اومده بازی کرده چه خواهد بود و این توافق میتونه چه بر روابط غرب و جمهوری اسلامی با توجه به فعالیت هسته‌ای نظام و شرایط برجام داشته باشه ببینید الان در مورد برجام هم پیشرفت انجام شده جمهوری اسلامی داره به قول خود خودمونی کم دود میکشه یواش یواش نه مگه روزنامه هاشون رو بخونین خبرگزاری هاشون بخونین یواش یواش میگن که سفر آقای گروسی خیلی مفید بود یکی دو نکته بیشتر نمونده من امروزم در مقالم در ایندپندنت فارسی از آزاد توضیح دادم اینا دارن زمینه رو آماده میکنن برای پذیرفتن چیزایی که پذیرفتنی نبود برای که جمهوری اسلامی در موزه ضعف قرار بره و الان برمیگرده به اوجب الواجبات یعنی حفظ رژیم یه بقیه چیزا مهم است و همیشه ده، ده، چطور بگم جوکر جمهوری اسلامی تسلیم در ساعت 11 بوده یعنی به معنی اینکه دیدن که رژیم ممکنه برفکنده بشه فوری تسلیم میشه بارها این کار کردن جنگ ایران عراق این کار رو انجام دادن در مسئله برخورد با, با انگلیس ها برخورد با امریکای ها برخورد با روسا برخورد الان با, با،, با سعودی ها میگن که خیلی خوب حالا اون چیزی که شما میخواییم بهتون میدیم دیگه چی میگی برای این به این طرف به طور کلی برن میرن ولی این نکته ای که بخوام روش تحکیل بکنم این است که میدین هر اتفاقی دو جنبه داره یکی جنبه ایش که میبینیم که داریم یکی جنبه ای جنبه ایست که نمی بینیم جنبه ای که نمی بینیم این است که الان جمهوری اسلامی در محاصره دشمنان قرار داره حتی اونایی که جست دوستی باش میره می تنها برگ تهدید کننده که داشت بود که ما مراکز نفتی عربستان و ابوظبی رو خواهیم کوبی تنگه ترم و هرمز رو می‌بندیم فلان ولی اگه روابط با کشورهای عرب خلیج فارس هم عادی بشه هیچ ای نخواهد بود اگه فردا اسرائیل زدشون دیگه نمیتونن نمیتونم بگن ما به طور عکس عمل حمله میکنیم به عربستان اگه فردا آمریکا یا زدنشون نمیتونه این عضو رو بیاره کنیم در بهمان میکنیم بنابراین سب کنیم ببینیم که آیا جمهوری اسلامی این دفعه هم مثل دفعه های قبل با تسلیم شدن و با نوشیدن جام زهر خودش نجات میده یا نه آقای تاهری از منظر روابط بین الملل آیا میانجیگری چین میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی آیا خوشایند ایالات متحده آمریکا هست و این در واقع چه تأثیری میتونه بر سیاست گذاری آمریکا بر منطقه داشته باشه به نظرتون چون این میانجیگری و توافقی میتونه این تصور رو ایجاد بکنه که چین و روسیه مبدل به قدرت های اول منطقه خاورمیانه شدن و دوره سنتی نقش آمریکا در خاورمیانه خواب به پایان رسید به هیچ وجه میده اینا این توهماتی است که خیلی ها دارن برای قدرت بزرگ شدن چند چیز لازم داره یکی اینکه قدرت اقتصادی باشید خب چین داره تقریبا قدرت اقتصادی میشه الان اقتصاد در سوم یا چهارم دنیاست ولی به نسبت جمعیتش که نگاه بکنید هنوز یک کشور فقیری و از نظر تکنولوژی هم 100 درصد وابسته به غربه یعنی حالا سی سال طول بکشه تا بتونن بیان بیرون از 5000 برند یا مارک معروف تجاری در دنیا سی تا مال چینه برگره چندش مال امریکایی ها و انگلیسی و فرانس یعنی کافی تو هر بازاری برین میبینین بنابراین هنوز از نظر قدرت اقتصادی چین واقعا در سطح امریکایی از نظر قدرت نظامی هم اینطور نیست بودجه نظامی جدید چین که دازه خیلی بردنش بالا کمتر از نصف بودجه نظامی امریکاست. چین هنوز یک نیروی دریایی به آب آبی نداره یه نیروی دریایی آب آبی نیرویی که همه اقیانوس ها میتونه بره چینی هنوز یک نیروی دریایی محلی داره. یعنی تون آبای دروبر خودشون سافت چاینا و نمیدونم تنگه مالاکا اینا میتونن جورا اینه برای, برای از نظر نظامی هم نیست ولی از همین اینا مهمتر اینی که برای اینکه عبر قدرت بشین باید جذاب هم باشین چین جذاب نیست شما شنیدین کسی بخواد به چین مهاجرت کنه سه میلیون چینی الان دارن در خارج درس میکنن جوانای چینی نزدیک به یه میلیونشون در آمریکا ولی هیچ آمریکایی نمیره در چین درس بخونه میدونین باید آمریکا مقصد شماره یک توریست های چینیه بیشتر از هر جای دیگه میرن به آمریکا خود جی جین پینگ فارو تحصیل دانشکده آمریکایی دخترش الان در دانشگاه های آی درس یعنی موسیقی جذاب چینی نداریم فیلم جذاب چین نداریم نویسنده جذاب چینی نداریم می خیلی طول می‌کشه کلاشکی علکی که خبر نمیشه روسی هم که امکان اینو داشت بعد از سقوط اتحاد شوروی و آزاد شدن چون روسیه استعدادای فوق ای داره به عنوان یک ملت ولی متاسفانه افتاده زیر یک دیکتاتوری که دنبال اوهام به خودش روسیه رو از مسیر باز خارج کرد بنابراین اینایی که مثل جمهوری اسلامی که میگن بعد آمریکا تموم شد ما الان الگوی جهانی شده اینا اینا در عالم اوهام خودشون اسیرن تاثیر بهبود روابط جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در بهبود در واقع مسائل اقتصادی و امنیتی منطقه چه خواهد بود ببینید این دو تا موضوع جدا از نظر امنیتی گفتم خب این تحول خوبی است برای که بهانه از جمهوری اسلامی میگیره جمهوری حالا من جزئیات توافق کردن هر روز نمیدونم تا چند روز دیگه خواهم فهمید ولی بدون تردید جز این توافقا کاهش دادن یا قطع کمک های جمهوری اسلامی به گروه انصار الله ی یمن هستش که این امکان میده که جنگ یمن تموم شه و همه که میدونید الان سازمان ملل هم یه نماینده مخصوص تعیین کرده برای یمن و از یه سال پیش هم که آتش بس بوده هر دو طرف قبولش کردن یعنی جمهوری اسلامی میاد بیرون از یمن و برای سعودی ها این خب مهمترین مسئله است چون طولانی مرزشون با یمنه و اگر این مرز آروم بشه از نظر امنیتی به نفعش است در خود خلیج فارس عربستان سعودی منافعی نداره برای که بیشتر نفتش یا از طریق دریای سرخ صادر میشه یا از طریق شاهلوله که میره به خرفکان و فجیره ولی خب آروم شدن روابط ایران و عربستان سعودی به بهبود روابط ایران با کویت با بحرین با کشورهای دیگه هم کمک خواهد کرد میمونه قضیه سوریه که اینجا هم جمهوری اسلامی به نظر من خودشو داره آماده میکنه برای بیرون کشیدن از سوریه دیروز آقای نصر الله دویر کل کل ازبالای لبنان تلویه اینو گفت که جمهوری اسلامی به دعوت بشار و حسد اومد اینجا و هر وقت بشار و بخواد از اینجا خواهد رفت این اولین باریست که صحبت رفتن اینا میشه. خب دوستان اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران یا نفتی یا بهتر بگم مؤسسه نفتی روز دوشنبه 22 اسفند 1401 برابر با 13 همه مارس 2023 از طرح حمایت حداکثری برای پشتیبانی بین المللی از مبارزات مردم ایران رونمایی کرد و نشستی رو ترتیب داد در نشستی که با عنوان حمایت حداکثری راه سوم برای دیپلماسی ایران بود اه آی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنران مهمان در این نشست حضور پیدا کرد شاهزاده رضا پهلوی همونطوری که ارز کردم که به عنوان مهمان افتخاری در این نشست حضور داشت اهمیت حمایت حداکثری رو در این دونست که جمهوری اسلامی نه اقدامی به نفع مردم ایران و نه در چارچوب منافع ملی ایران انجام نمیده و همه امکانات و منابع را برای توسعه ایدئولوژیش در منطقه و جهان صرف میکنه شاهزاد رضا پهلوی تاکید کرد که 80 درصد ظرفیت نیروی انسانی متخصص که میتونه به گذار از جمهوری اسلامی و بازسازی ایران کمک کنه در داخل کشور و جامعه ایرانیان خارج کشور نیز با سرمایه گذاری نقدی واردات تکنولوژی و تجهیزات میتونن مسیر بازسازی کشور رو سرعت ببخشن از اونجایی که صحبت های بسیار مهمی رو شاهزاده رضا پهلوی در این نشست بیان کردن با همدیگه بریم قسمتی از صحبت های شاهزاده رو با همدیگه گوش بکنیم و برگردیم Uh, good morning, everyone. thank you so much for having me today. nufti, i appreciate your invite and this opportunity to speak to all of you here today. Uh, <clears throat> the most fundamental issue um, that could be on people's mind, foreigners looking at iran is they say one thing, well, this is the devil we know when they talk about the regime. but yet, we don't know what could come after. and. First and foremost, if they look at the composition of various Iranian diaspora living in foreign countries, particularly European and Western countries, what type of people are they? Are they successful? Are they educated? Do they have talent, know how? Are they managing corporations or running half of their own countries? Why would they have any doubt that these are the very same kind of people who tomorrow would lead and build their own country? Let us not forget that the first wave of Iranians who had to flee Iran, who were the initial or first uh, generation of immigrants, came here. And today, maybe the third generation, are my own children, for instance, my youngest daughter, being uh, you know, of, of that age, pretty much the same age of uh, this whole mass revolution, and they're represented. What kind of people are they? What kind of values do they? Uh, fight for or die for the same values of liberties and freedoms that we enjoy here in democratic countries, and we want the exact same thing for us. So, if you put in doubt that the same people that need to be saved and helped uh, get rid of this regime would be different in character and nature and values than your own countries, they don't even bother looking at us. But if you do, what the hell are you waiting for? Because the most instrument for change, it, if it has to be from within, cannot be anything other than the people themselves. So, therefore, why maximum support? Because when you are dealing with an extremely repressive regime, and we all know what it does to the people, um, it would be very difficult to sustain continuous resistance to this regime without some added element that gives people hope for the future. That the end of this regime is near, that the world is finally recognizing that the Iranian people are part of the solution, while this regime continues to be part of the problem. Years ago, I've been arguing to the very same countries and Western nations that I visited recently that your entire basis of foreign policy regarding Iran, including the sanctions, were based on a false premise and expectation, which was behavior change this regime has proven that its dna, its reason to exist, has nothing to do with the national interest of a country and its people. they are there only to export an ideology at the expense of the iranian people. and for them to succeed, the rest of the world has to fail. it's zero-sum. they cannot have actual coexistence with a world that is democratic, when human rights, are the element and basis of laws and rules. And as such, expecting them to change their behavior has been such a waste of time. And yes, because in some cases it was mishandled elsewhere, doesn't make regime change a bad concept. It was poorly executed in Iraq. And by the way, Iran is very different than Iraq. So why is it that? What we are asking today uh, governments to do is to understand that the element of change has to be first and foremost the Iranian people. And if you respect a nation's sovereignty and right to self determination, that's exactly what we are asking for. Look, it is almost impossible uh, for nations of the world looking at a country and its evolution to expect people at that level of um, excitement being on the streets every single day for months at a time. It's unrealistic, nor is it in that sense necessary. Because the protests had to send a clear message to the world that we want an end to this regime. Now, would you rather see our children be shot in the eye or poisoned by chemical attacks? Or if they were to stay home, nobody can force them out of their homes if they choose not to show up for work, which is why we are aiming for a strategy of maximum support that would lead to financing key sectors within iran of the labor forces that can bring the final shock and paralyze the system to collapse it can be done quickly enough because if it's too long the nation could also suffer from it a little bit so the timeline could happen in a matter of a month or two months maybe of intense support and if you do the math we're not talking about billions of dollars imagine that 100000 workers at an average salary of between 300 to 500 dollars a month were to do it for two months at a time you have a number right there we're not talking billions here so and the funding i mean the money is there if you come to think of it and the delivery mechanisms there are several ways to do it i won't obviously unveil the details in front of the camera so the regime can find out about <laughs> what we're planning to do <laughs> so obviously i won't do that uh, but there are ways of doing it and it's important because let's not forget in 1979 or before 1979, in, in the mid 1978, what finally brought the maximum uh, pressure on the previous regime was the oil workers going on strike. Uh, today, if you have transportation in Iran interrupted for a while, the whole system will come to a standstill. The regime won't be able to operate. People are already defunded. Our currency has been devalued to a point that. I don't know which way it's going to uh, end up. The, the point is that this situation is unsustainable. But the solution is not to remove uh, sanctions. It's, in fact, to push more for the regime to disappear so all of the problems at the same time disappear. Not just the nuclear threat, <laughs> everything else that we talked about earlier in the previous panel. But most importantly, it puts the people who can solve Iran's problem back in a seat. These people have been ignored by the regime, specialists environmentalists, scientists, doctors, uh, economists, that have been totally ignored by regime. But Khomeini came and said, excuse me, I have to say, it. That's, that's a direct quote. That's what he said. And look at where we are now. So 80%, at least, of whatever will constitute the me me mechanisms of transition and rebuilding the country are already in Iran. They are already there. They don't have any posts. So the potential is there. And look at the role that members of the diaspora can immediately contribute to bringing investment, bringing industry, bringing technology. That's the easy part. That's actually the easy part. You know what I'm most worried about? It's a cultural change. We need a new political culture. And that's not going to happen overnight. It's an educational process. But we have the other ingredients in place. And in that context, the world can then see that the country is not devoid of natural resources, it's not devoid of talent from managers to directors to researchers to you name it. We are way ahead of many countries in Eastern Europe after the collapse of the Soviet Union who had to restart. Much sooner than them, we can do that and then they will recognize that the sooner this is done, they can address their own immediate concerns even more. i think two main issues that was discussed in europe, at least in the talks that i had, were the two obvious problems that they're facing. one is energy dependence and energy requirements. i just use one word, gas. iranian gas. iranian gas for decades could supply europe so they don't have to be threatened by the limited uh, choices they have right now in terms of energy needs. So Iran can solve that problem right away. Also, immigration. Immigration is a huge problem for Europe. Europe is already saturated. They can't accept any more refugees. And if the, the situation in Iran were to continue, albeit for water crisis that Iran is facing right now, more people will have to be displaced. Where are they going to go? Many of them from the region may again head towards Europe. That cannot accept any more refugees. And it creates much more domestic issues for them as well and you can stop that process and perhaps even reverse it. so these are the two immediate tangible benefits that the western countries can have in a change of regime in iran that can have an immediate impact and reduce their concern. If they, to, if they begin to see the light or how easily they can eliminate so many problems they've been facing because of the regime in place, but also how quickly they can benefit from what that change would mean to them which is, I think, win-win, because the Iranian people will, of course, benefit from that, the sooner can we get back on track for rebuilding the country and getting the economy uh, going on again. It will create employment at home and stability in the region, as well as reducing all of the concerns that uh, I don't know about the US how far they will be خب دوستان خط نباشید به پایانی محتوا رسیدیم امیدوارم که مورد استفادهتون واقع شده باشه ما سعی میکنیم که مطالب مهم اتاقهایی که در این هفته و روزها برگزار شده به صورت کوتاه همونطوری که در کانال دوم همیشه مطالب کوتاه و مهم اتاقهای کلاب هاوز رو خدمتتون تقدیم میکنیم این رویه رو ادامه بدیم و مطالب مهم رو با به اشتراک بگذاریم خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید لطف کنید که لایک کنید با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن میدونن که با فشردن گزینه تنگس میتونن این کار رو بکنن مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود